امروز خدمت مردم عزیز استان قم رسیدیم برای چند کار مهم. اولیش تحویل 2389 واحد مسکونی از طرح‌های نهضت ملی مسکن بود که خب روز گذشته بیش از 100 هزار واحد مسکونی با حضور ریاست محترم جمهور در 29 استان کشور افتتاح شد. استان قم جز استانهایی که دیروز به بهره برداری رسید نبود، برای همین امروز خودم رسیدم که این واحدها رو تقدیم متقاضیان عزیز که از امروز دیگه صاحبان و مالکان این واحدها هستن تقدیم کنیم، که در یک مجتمع 540 واحدی حاضر شدیم. واحد مجتمع بسیار خوبی بود و ساخت بسیار خوبی داشت و الحمدلله رضایت بخش بود برای هم مسئولینی که پروژه رو ساخته بودن، هم متقاضیانی که تحویل گرفته بودن. از این 2389 واحد 1040 واحد توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ساخته شده در قالب روستایی و شهری. کار دیگه که امروز در قم حاضر شدیم موضوع آماده سازی 5000 قطعه زمین روستایی که جزء طرح‌های جدید وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است که انشاءالله هدف گذاری شده در امسال 500000 قطعه زمین روستایی هم در قالب نهضت ملی مسکن تحویل مردم و متقاضیان عزیزی که تمایل داشته باشند در روستاها تحویل زمین انجام بدن و در اونجا احداث بنا رو داشته باشند تحویل بدیم. امروز در جوار بارگاه ملکوتی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها ابتدای این بود و آغازگر این طرح بود در قم که 5000 قطعه زمین در این مدار این طرح قرار گرفت. در استان قم در امسال 15000 قطعه زمین روستایی هم در طرح قرار داره که دو فاز دیگه 5000 تا دیگه انشالله اقدام خواهد شد. کار دیگه موضوع تصمیم گیری راجع به کنارگذر شهید سلیمانی که یکی از کنارگذرهای مهم این شهر در کشور هست که حدود 32 کیلومتر و بسیار از بار ترافیکی شهر قم رو کم میکنه. از مسیر تهران به سمت قم که میان این کنارگذر، کسانی که میخوان به سمت سلفشگان و عراق طی مسیر کنن، خب الان لازمه که وارد شهر قم بشن، خب بار ترافیکی زیادی رو به شهر قم تحمیل میکنه و باعث مشکلات جدی شده. این طرح ترافیکی هم که با مشارکت بخش خصوصی و یکی از بانک‌های عامل و وزارت راه و شهرسازی صبح در کارگاه این طرح حاضر شدیم، تصمیم‌گیری‌های خوبی انجام شد که با مشارکت بخش خصوصی و بانک عامل و وزارت راه انشالله این کار سرعت بگیره و هرچه سریعتر بتونیم تا پایان این دولت بخش خوبی رو تقدیم مردم شریف این استان کنیم. کار دیگه که درخواست‌های مکرر مردم استان بود و سال‌ها چشم انتظار بودن و ریاست محترم جمهور هم وقتی که به این شهر سفر داشت همه درخواست‌ها از ایشون یک موضوع در همه درخواست‌ها مشترک بود، اونم فرودگاه شهر قم بود. خب امروز حاضر شدیم که هم تصمیمات لازم رو بگیریم و هم در شورای اداری شهر تصمیمات لازم برای اجرای این پروژه رو بگیریم. الحمدلله مجوز این فرودگاه صادر شد. امروز خودم هم حاضر شدم بعد از این مصاحبه در جلسه شورای اداری تصمیمات اجرایی رو برای احداث فرودگاه قم ان شاءالله گرفته خواهد شد. هم تامین منابع مالی احداث، هم سایر بخش‌ها، هم زمینش، خب بخش مقدماتیش تأمین شده، بالاخره مقدماتی رو طلب میکنه. این چهار محور اصلی کار بود که از صبح در خدمت مدیران و استاندار و محترم و نمایندگان و محترم و همه عزیزان بودیم. بعد از این مصاحبه الان شورای مسکن هم داریم در کنار شورای اداری، تصمیمات راجع به میزان وامی که باید بانک‌ها بدن، یکی از تصمیماتی که این روزها در دستور کار دولت هم قرار داره، دیروز در شورای عالی مسکن هم بحث شد، میزان وام روستاییه. خب مستحضرید، وام روستایی که به خانه‌های روستایی تعلق میگیره عددش 200 میلیونه. همه تلاشمون رو انشاءالله میکنیم ظرف چند وقت آینده این عدد افزایش بدیم با هماهنگی که با بانک ها خواهیم داشت و در شورای پول اعتبار و دولت مصوب خواهیم کرد که سهم وام روستایی هم افزایش پیدا کنه. خب هزینه ها قدری بالا رفته، هزینه احداث واحدهای روستایی هم دست کمی از شهری نداره که بتونیم این عدد رو افزایش بدیم. موضوع دیگه تامین زمین با بازدید از پروژه هایی بود که این روزها در استان قم در دستور کار اخیر از ابتدای سال یک 560 هکتار زمین در مجاورت پردیسان قم به شهر قم الحاق شده و از فروردین ماه عملیات اجراییش آغاز شده. 10000 واحد مسکونی در حال ساخت. امروز بازدیدی هم از اون داشتیم، الحمدلله پیشرفت خوبی داشته. انشالله هر فصلی در این استان بتونیم تعداد قابل توجهی از مسکنهای نهضت ملی یا زمینهایی که آماده سازی میشه انشالله تحویل مردم عزیز و شریف این استان بدیم انشالله.